نقطه نارنجی را در قسمت نوی بر چهار در محور اعداد حرکت دهید. بیاید که درباره این محور اعداد در این قسمت فکر نماییم. این صفر است، این سه است. و این هم باید یک و دو باشد. اما ما نیاز داریم که به نوی بر چهار برویم. بنا آن دو راه وجود دارد که می توانیم درباره نوی بر چهار فکر کنیم. یک راه این که آن را به یک عدد مخلوط تبدیل نماییم. نوی بالای چهار دو بار قابل تقسیم است و یک را باقی خواهید داشت. این را به شکل دو و یک بر چهار می توانید انجام دهید. پس می توانید بگویید که این یک و دو است و بعدا مجبوریم که یک بر چهار راه را در بین دو و سه برویم و آن همانند دو و یک بر چهار به نظر خواهد رسید شما می توانید گونه درباره آن فکر نمایید یا اینکه حتی می توانید آن را به شکل یک کسر نامناسب نشان دهید پس بیایید که با یک بر چهار برویم این یک بر چهار دو بر چهار سه بر چهار چهار بر چهار پنج بر چهار شش بر چهار هفت بر چهار هشت بر چهار می باشد هشت تقسیم چهار دو می شود و بعدا از هشت بر چهار و طرفی نوی بر چهار می رویم در هر دو صورت در نقطه مشخص یکسان در محور اعداد خواهیم رسید یاید که یکی دیگر را نیز انجام دهیم نقطه نارنجی را به طرف یازده بر پنج در محور اعداد انتقال دهید پس این را دوباره به دو طریق می توانیم که انجام دهیم یازده بالای پنج دوبار قابل تقسیم است و بعدا یک باقی میماند بنابراین این را دو و یک بر پنج می نمید. پس می توانیم که با یک و دو برویم و بعدا هم یک بر پنج یا اینکه که می توانیم در نظر به یک بر پنجم به حیث یک کسر نامناسب فکر نماییم یک بر پنجم، دو بر پنجم، سه بر پنجم، چهار بر پنجم، شش بر پنجم پنج بر پنجم، شش بر پنجم، هفت بر پنجم، هشت بر پنجم، 9 بر پنجم و 10 بر پنجم ده تقسیم پنج مساوی به دو می شود. ده بر پنج دو حصه تمام آن من بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتم از این تمرین لذت بردم. پس بیایید که یکی دیگر رو نیز انجام دهیم. نقطه نارنجی به طرف پنج بر دو در محور اعداد. این یک بر دو می باشد. این دوی بر دو است. این سه بر دو است. این چهار بر دو است. این پنج بر دو است. راه دیگری که می توانید درباره آن فکر نمایید پنج بالای دو دو بار قابل تقسیم است که یک باقی می ماند پس این دو است و یک بر دو به حیث یک عدد مخلوط یک و دو و یک بر دو به حیث یک عدد مخلوط